شما را هم خوش آمدید میگم با اماج امشب. میتونین همین لحظه زنگ بزنین و دیدگاهتان را با ما شریک بسازین. دوستانی که روی صفحه فیسبوک هم نوشتن، بحث امشب اماج روی صفحه فیسبوکی است که 147,000 تن که در کنکور امسال شرکت کرده بودن، تنها 40,000 تنشان به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا کردن. شما چی فکر میکنین؟ کیفیت معارف در افغانستان پایین است که متعلمین نمیتونن به دانشگاه راه پیدا کنن، و یا ای که وزارت تحصیلات عالی ظرفیت نداره؟ همین بحث را با شما پیگیری میکنیم. قبل از همه الهه از کابل روی خط هستن، خوش آمدین. خوش آمدین خواهر عزیز، بفرمایید دیدگاهتون چیست؟ در ارتباط از ای که امی امتحان که امسال گرفتن اینا، آیا یک شاگرد نمره 250 یا بالاتر از رو بگیره، آیا این ظلم نیست که شاگرد بعد تحصیلات نیمه عالی را داده شود؟ چرا بلندترین نمره را گرفته؟ او خب با او خود ظلم نیست که تحصیلات نیمه عالی را داده شود. ولی اگر از 250 نمره ای که شما یاد می کنین بلند گرفته باشه، در حالی که بیش از 147,000 تن در کنکور شرکت کرده بودن، کسانی هستند که 300 نمره میگیرن، پس اونا به کجا راه پیدا کنن؟ مقصد ما من این چیزه است، از 250 الی 300 چون خیلی که بلند است اینا به نمالی ظلم نیست که اینا مرد. پس شما فکر میکنین که ظرفیت معارف، ظرفیت وزارت تحصیلات عالی پایین است؟ بله. تشکر از حضورتان. خب وفای سعادت از نروژ نوشته میکنه، به هیچ وجه من خود به خاطر که در کنکور کامیاب شوم 3 جای کورس گرفته بودم، ولی کسانی هستند که توانایی کورس گرفتن را ندارند، چون این بی‌انصافی ها در حق اولاد این وطن ادامه خواهد داشت. تا چه وقت این بی‌انصافی ها ادامه داشته باشد؟ وفای سعادت از نروژ نوشته میکنه. دوستم و مصیب بحثت موردی نیست. حکیم از خیرخانه خوش آمدی. زنده باشین. خودم فعلا دانش آموز هستم و نظرم این بود که به نظر من افغانستان نصاب تعلیمی درست نداره، از این خاطر زیادتر شاگردان نمیتونه با پنسون را بیافه و به تحصیلات خود را مشکل بیشتر به نصاب تعلیمی وزارت معارف است به نظر شما؟ به نظر من بله. تشکر از حضورت. چون دوستان فراوان تلاش میکنن که تماس بگیرن، از نظریات از دوستا خواهش میکنیم که نظریات خود فشرده بنویسن. سلام، احمد جمشید عظیمی از کابل. به نظر من وزارت معارف توانایی های تمام کسانی که از طریق کنکور مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتن را ندارند. خودم هرچند کوشش کردم که بدانم که این ابتکار وزیر صاحب جدید باعث پیشرفت جوانان است یا عقب‌مانی جوانان، سوالی است که محترم وزیر صاحب باید جواب بدهد. آرزو دارم که سوالتان را پاسخ بده. عتیق الله از کابل خوش آمدی. سلام علیکم، روشی هستید؟ بخیر. بفرما نظرت بیان کن. ورور از من در نظر زب در حال محصلیم کل تخلیق کنتون که در برق تعمیرات زدوان محصل زدوان کال زګوره دا اوس نصاب د ټول تخنیک پانتون درځه ما هغه زړه شپترونه من غوايو دا ورکه چې پلاس لیکل شوی دی پلاس لیکل شوی دی هغه کم کسان چې لیکل شوی دی هغه په هندان سره هغه حیات لري هغه مرشوی دی. بله تشکر از حضورتان. بس شما مستقیم سر نصاب است که این بس را اگر تانستیم جناب وزیر تحصیلات عالی را با خود در یکی از برنامه‌ها داشته باشیم، بس نصاب و مشکلات نصاب تعلیمی را با اونها پیگیری میکنیم. با عرض سلام، نه خیر نصاب تعلیمی فیلی در نظر داشته متعلمین غیر مسلکی و 14 پاس و در مافیای کنکور از این ضعف معارف استفاده کرده بالای متعلمین تجارت میکنن. نظر صابر روی صفحه فیسبوک. اگر شما میخواین روی صفحه فیسبوک ما نظر بنویسین، به صفحه آماج بپیوندین و دیدگاه خود را با ما شریک بسازین، و اگر در رابطه با فساد اسناد در دست دارین میتونین که با ما شریک بسازین، ما متحد هستیم که نشر بکنیم اسناد شما را. در شرایط کنونی هیچ وقت نمیتوانیم معارف امروزی را جوابگو برای پاسخگوی امتحان کنکور دانست، چون نداشتن اساتید مسلکی و نبود یک سیستم درست درسی در مکاتب امروزی افغانستان میتوان نام برد. مولا از بدخشان خوش آمدی. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرما.
نظر من این بود که در یک 147,000 نفر که کامیاب اینا ماندن، مثلا 40% اینا کامیاب ساختن، کمتر از 40% در دانشگاه، 100% از این کامیاب می ساختن یا 20 یا 30 یا ایره که مانده بود. دلیلش چیست؟ این سوال رو ما با شما در میان میگذاریم. دلیل چیست؟ همین سوال از ایسته که خیر این ظرفیت چه تحصیلات یالیسته که میام. تشکر. پایین بودن ظرفیت در شرایط کنونی. خب یمای آریا را نظرش خواندیم تا یک قسمت که گفته بود که نام برد هاکزا فقر و بیچارگی در بسیاری از خانواده ها سبب می شود که بعضی از جوانان نتوانند به کورس های آمادگی کنکور اشتراک داشته باشند و هم زمینه برای فراگیری دروس کنکور را برای خود مهیا سازند. نکته دیگری که جالب است، افراد و اشخاص بدون امتحان کنکور دادن و از قدرت و رشوت استفاده و از قدرت های پارلمان، وزارتخانه، مشاورین و اشخاص زورمند می توانند که در کنکور راه پیدا کنند. نظر آریا. حشمت از مزار. بله، سلام علیکم. علیکم سلام. بلندتر صحبت کو، فشرده نظر تا. اولتر از همه شما تشکری میکنن که بای برنامه ها شما جوانان را رشد میدهین و دوم دیگه ای که ظرفیت وزارت تحصیلات عالی بسیار پایان است که چون شاگردانی که امروز واقعا درس خوان کوشش میکنن آنها را یعنی تامس میکنن، و شاگردانی که واقعا کوشش کردن و زحمت کشیدن آنها را چاو میکنن. بله، تشکر. تشکر از حضورت. همکارانم میگن که فرصت به پایان رسیده، ولی اجازه بدین که یکی دو نظر را بخونیم. دوستای فراوان نظر گذاشتن که آزرده نشند. دولت هر چاجل باید به فکر 170,000 جوان دیگر این وطن باشد. به نظر من این یک جامعه است که این یک فاجعه است. حتما نشته کردن این یک فاجعه است که هر سال به تعداد این اشخاص افزوده می شود و با این هم مطمئن هستم که هیچ نوع پلان در عمل به خاطر جذب این جوانان در مؤسسات نیمه عالی وجود ندارد و همه این جوانان بی سرنوشت باقی خواهند ماند. عارف الیاسی از کابل نوشته کرده. در حقیقت این تعداد متعلمین که در امتحان کنکور به مؤسسات تحصیلات عالی راه نیافتند، به اینها این معنی نیست که شاگردان سوال حل نکردند و نالایق هستند. تحصیلات عالی افغانستان در مدت 10 سال نتوانسته است یک برنامه خوب برای جذب محصلین را آماده بسازد. حشمت الله نوید مجیدی روی صفحه فیسبوک با عنوان آخرین پیام. فیض محمد فهیم از چارقلای چاردی. بله، کفایت معارف فاسخگوی امتحان کنکور است. اگر شاگردان معارف و صورت درست درس بخوانند، می توانند به کنکور کامیاب و تحصیلات عالی خود را ادامه دهند. نظر محمد فیض محمد. تشکر از حضورتان در برنامه. تا فردا شب و آماج دیگر، شب و روز خوش. خدا نگهدار.